سلام، مهسا رضایی هستم و امروز میخوام در مورد چربی سوزی صحبت کنم. اول برات توضیح میدم که اصلا چرا بدنمون چرب میشه و این چربی ها کجا ذخیره میشن. بعدش یاد میگیریم که چربی چطوری کم میشه و اصلا وقتی چربی میسوزه به چی تبدیل میشه و کجا میره. آخرم در مورد این باور صحبت میکنیم که آیا عرق کردن بیشتر به معنی چربی سوزی بیشتره. اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم، مطمئن شو که منو سابسکرایب داری تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. غذایی که در طول روز میخوریم کالری داره و این کالری ها منبع سوخت بدنمونه و انرژی واسه انجام فعالیت هامون رو تامین میکنه. اما کالری اضافی که از مواد غذایی میگیریم و نمیتونیم که بسوزونیمش به شکل چربی تو سلولهای چربی ذخیره میشه و با این روش بدن انرژی رو واسه نیازهای آینده ذخیره میکنه که با گذشت زمان این انرژی اضافی مصرف نشده باعث ایجاد چربی اضافی میشه و بدن مجبوره که تعداد و اندازه سلولهای چربی رو افزایش بده یا حتی ممکنه که شروع به رسوب سلولهای چربی روی ماهیچه ها، کبد و یا سایر اندام ها کنه تا فضا رو برای ذخیره همه این انرژی های اضافی مصرف نشده از رژیم های پرکالری پیدا کنه. و همینطور این سلول های چربی اضافی بزرگ شده هورمون های مختلفی تولید می کنن که این هورمون ها التهاب رو افزایش میده، متابولیسم رو کاهش میده و به بیماری کمک می کنه. اگه به دنبال کاهش وزن هستی، دوتا عامل اصلی که میتونه توی این مسیر بهت کمک کنه رژیم غذایی و ورزش کردنه. وقتی که میخوای وزن کم کنی، باید نسبت به کالری که توی یه روز میسوزونی کالری کمتری غذا بخوری. وقتی این کمبود کالری ادامه پیدا کنه، چربی ها از سلول های چربی آزاد میشن تا به دستگاه تولید انرژی سلول های بدن که میتوکندری نام داره منتقل بشن و در اینجا چربی از طریق یه سری فرایند ها واسه تولید انرژی تجزیه میشه و در نتیجه چربی بدن کاهش پیدا میکنه. پس با حساب کردن کالریایی که توی یه روز میخوری، خیلی ساده و راحت میتونی اولین قدم اصلی رو تو مسیر کاهش وزن برداری که من یه ویدیو جداگونه واسه این قسمت درست کردم و میتونی رو لینک بالا سمت راست کلیک کنی و این ویدیو رو ببینی. اگه هم مقدار کالریی که توی یه روز میخوری اونقدر بالا نیست یا به هر دلیلی نمیتونی کمتر غذا بخوری، میتونی با ورزش کردن کالری مصرفی رو بالا ببری تا توازن کالری دریافتی و مصرفی منفی بشه و تو مسیر کاهش وزن بیافتی. همینطور باید بدونی که ورزش کردن باعث آزادسازی چربی ها میشه تا به عنوان انرژی تو سلول های ماهیچه‌ای مورد استفاده قرار بگیره و میتونه یکی دیگه از راه های کلیدی واسه کاهش وزن باشه. کالج پزشکی ورزشی آمریکا حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه ورزش با شدت متوسط توی 5 روز در هفته رو برای کاهش وزن توصیه میکنه و واسه گرفتن بهترین نتیجه بهتره که این تمرین ترکیبی از تمرینهای مقاومتی واسه حفظ یا افزایش توده عضلانی و ورزش هوازی برای افزایش کالری سوزی باشه. یادت باشه که کاهش وزن سریع میتونه با عوارضی مثل کمبود ریزمغذی‌ها، سردرد، خستگی، از دست دادن عضلات، بی‌نظمی‌های قاعدگی و غیره همراه باشه. پس کاهش وزن تدریجی و آهسته خیلی بیشتر پیشنهاد میشه، چرا که این راه کاهش وزن پایدارتره و ممکن از افزایش وزن مجدد جلوگیری کنه. پس وقتی که محدودیت کالری با یه رژیم غذایی غنی از مواد مغذی و پروتئین همراه باشه و کنارش یه تمرین کافی و مناسبم داشته باشی، شانس کاهش چربی به شدت بالا میره و بهترین نتایج رو به همراه داره. همینطور عوامل ژنتیکی و سبک زندگی و جنسیت و غیره میتونه نقش مهمی توی توزیع چربی بدنت داشته باشه و نمیتونی به خواست خودت فقط از یه سری نواحی خاص چربی کم کنی و اینکه اول کم شدن چربی رو تو کدوم قسمت از بدنت ببینی به میل شما نیست. پس فقط روی کمتر شدن درصد چربی بدنت تمرکز کن و لاغیر.
و جالبه بدونی که وقتی چربی بدن واسه تبدیل شدن به انرژی تجزیه میشه، به شکل دیوکسید کربن و آب از بدن خارج میشه. دیوکسید کربن تولید شده میتونه از طریق بازدم خارج بشه و آب هم از طریق ادرار، عرق یا هوای بازدم دفع میشه. اینجاست که این تفکر به وجود اومده که آیا عرق کردن بیشتر به معنی چربی سوزی بیشتره؟ دلیل اصلی عرق کردن در حین تمرین اینه که انرژی که مصرف میکنیم گرمای داخلی بدن رو تولید میکنه و عرق کردن یه فرایند خنک کننده است تا به این صورت دمای بدن رو پایین بیاره. پس عرق کردن به این معنی نیست که شما در حال چربی سوزی هستین، اما همین فرایند خنک سازی داخلی خودش نشونه اینه که در حال کالری سوزوندنی و اگه به اندازه کافی شدید ورزش میکنی که عرق کنی و این تعرق به دلیل گرمای شدید یا لباس پوشیدن زیاد نیست، پس احتمالاً در حال چربی سوزی هستی. اما بعضیا به طور طبیعی بیشتر از بقیه عرق میکنن و یا اینکه ممکنه گرمای هوایی که داری توش تمرین میکنی باعث تعرقت شده باشه نه شدت ورزشت. پس اگه میخوای چربی سوزی رو به حد اکثر برسونی، به جای شدت تعرق روی شدت تمرینت تمرکز کن. پس اولین قدم واسه کاهش چربی بدنت کمتر کردن کالری دریافتی نسبت به کالری مصرفیه و دومین قدم هم بالا بردن شدت تمرینت. قطعا و بدون شک با داشتن این دوتا کنار هم به نتیجه میرسی. فقط مطمئن شو که پروتئین کافی مصرف میکنی و حتما کالری شماری داشته باش که این کم کردن کالری یه وقت باعث نشه که مواد مغذی و پروتئین کافی به بدنت نرسه. امیدوارم که این ویدیو واسات مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی یا کامنت بذاری یا برای دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی. اگه هم ایده و یا موضوع خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش برات ویدیو درست کنم توی کامنت ها حتما بهم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.